بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک. آسمان آبی و ابر سفید، برگ های سبز بید. عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق، پرستوهای شاد. خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک می رسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز. به نام خداوند بخشنده، صبح همه بیننده ها بخیر. سال نو تبریک میگم به تمام بیننده های عزیز، به تمام ملت افغانستان. سال نو تبریک نیایش جان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر خودت فرزان جان عزیز و امیدوار هستم که خوب باشی و همچنان من هم سال نو را بر خودت تبریک میگم. امیدوار هستم که یک سال مملو از خوشی را آغاز کرده باشی و سلام خودت تقدیم میکنم به زهرا جان، همکار خیلی خوب و عزیزم. صبحت بخیر و همچنان سال نوت مبارک و همچنان سلام خودت تقدیم میکنم به تمام شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم همه شما خوب و صحتمند و سر حال باشین، امسال را بسیار خوب و عالی آغاز کرده باشین. سال نو، روز جدید و امیدوار هستم که با یک روحیه بسیار خوب و شاد این سال نو را آغاز کرده باشین. سال 1397 را برای تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید که یک سال مملو از خوشی را امسال پیشروی داشته باشین. سلام 1397 و سال نو را به تمام عزیزانی که بیننده برنامه هستن تبریک میگم و همچنان همکارای عزیزم نیرشان و فروزان جان. آرزو میکنم همه شما دور از گزند روزگار باشه و این سال را با تمام خوشی و خوشبختی آغاز کرده باشین و آرزو میکنم همه عزیزان هم سالشان را، صبحشان را و روز جدید را، دوستان جدید را و همچنان آرزو میکنم این سال سال خوبی در پیش رو باشد. بیننده های عزیز، ما قسم که سال نو میشه، سال جدید میشه و ما کوشش میکنیم که همیشه در زندگی خود دوستان بسیار صمیمی را پیدا بکنیم. درست است بعضی از دوستان ما هستند که جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای در دل ما میداشته باشه، در زندگی میداشته باشه، اما وقت سال نو میشه و جدید میشه، ما باید در جستجوی ازی باشیم که چه چیزهای جدید را در زندگی خود پیدا بکنیم، دوستان بسیار خوب و صمیمی را بر خود پیدا بکنیم و همچنانی که با یک دل شاد و با یک دل پر از امید سال خود را آغاز بکنیم. امروز فروزان جان هم در کنار ما هستند، در برنامه همکار خیلی خوب و عزیز ما که جدیداً با ما هستند. امروز خوش آمدید میگم فروزان جان در برنامه امروز. خب زهرا جان، البته جا داره که با فامیل عزیزم هم سال نو را تبریک بگویم. امیدوار هستم که خانواده عزیزم همیشه خوب باشن، صحتمند باشن و دلشان شاد باشه و دلشان مملو از خوشی باشه. خب زهرا جان، خودت پرسان بکنم که چی کارا کردی، چقدر آمادگی بر خانه گرفتی و امسال واقعا چگونه آغاز کردی سال جدید را؟ نیش جان، قسمی که سال جدید میشه، نه تنها ما ساعت ها را منتظر ازی بودیم که باید سال جدید داشته باشیم و همچنان پیام جدید برای عزیزان و در کنار از او بتونیم چیزهای جدید رو در زندگی ما جایگزین کنیم. البته صبح خیلی خوب بود، یک منتظر بودیم تا ساعت جدید شد و ما هم بتونیم در کنار خانواده بایی که با خوشبختی آغاز کنیم و امسال هم همینطور آغاز شد که آرزو میکنم خودت هم با تمام خوشی و صحتمندی آغاز کرده باشی. بله، خب بیننده های عزیز، البته امروز باز هم ما تا ساعت 10 در خدمت شما از آن قرار داریم. شما هم دعوت میکنیم که با ما باشید و داشته های امروز را ما تقدیم شما از آن بکنیم. امروز با مهمانان ویژه هستیم در خدمت شما از آن و از شما هم البته دعوت میکنیم که تا ساعت 10 بیننده باشین با اینکه البته مهمانان ما کی هستن و در رابطه با چی چیزهایی صحبت میکنن. آوازخوان های بسیار خوب و خوش آواز را امروز با خود می داشته باشیم. خب زهرا جان، حتما بینندگان هم منتظر هست که ویژه نوروزی هست، در ویژه نوروزی در این بسته ما چی داریم برشان؟ و جا دارد که شاید کسان هم باشند که معلومات بخواین بگیرن که در این سال رنگ سال چه هست، حیوان سال چه هست و چهره خوب این سال کی خواهد بود. بله. و در کنار این همه میتواند یک معلومات خوب باشد و در کل اگر صحبت میکنند درباره رنگ سال، تعبیرش چگونه این باشد و همین حیوان چه خاصیت دارد، خصوصیت چگونه هست و شاید منتظر هم باشند و بدانند. در کنار این که ما داشتیم، مهمانان عزیز نیوز جان گفت که ما جمع از مهمانان ویژه هم داریم، شما هم همراه باشین تا چیزهای ویژه را و برای چند دقیقه هستیم در کنار همدیگر این سال با خوشی و خوشبختی سپری کنیم و بقیه روز ما هم خوش بگذره. بله زهرا جان، از خودت پرسان بکنم که میشه در رابطه با رنگ سال یا حیوان سال صحبت های داشته باشی؟ نیش عزیز، رنگ سال قسمی که فروزان جان یادآور شد، رنگ بنفش هست و رنگ بنفش میتواند رفع برای خستگی باشد. کسانی که خوش دارن رنگ بنفش را و این رنگ از جمله رنگ های شاد امسال گفته، رنگ میتواند لباس باشد و
شاید ما باور به این داشته باشیم که این رنگ فقط زنانه هستک و میتونه خانم ها انتخاب کنند، اما اگر ما میخوایم همیشه در جای باشیم که هیچگاه از خستگی شکایت نکنیم، در کنار از او همیشه شاد بمانیم، پس ما میتونیم رنگ بنفش رو هم آقا هم خانم انتخاب کنند. بله. همچنان قسمی که فرزانه جان یادآور شدن که حیوان سال، شاید ما از وفاداری سگ یادآور شیم، همه بدانیم که سگ وفادار است. در کنار از او هیچگاه تصمیمی که ما در این سال میگیم درباره کلیات از او زیاد بحث میکنن، و سگ یگانه خاصیت چی هست که زیادتر میخواد درونگرا هست، اون چیزایی که در داخل ازی هست همیشه کسانی که میخوان بدانن که این فرد چگونه هست شاید نتونن هر اون چیزی که در دلش هست بتونه باز برای ازو بگن، و این یکی از خاصیت خوب سگ میشه، و همچنان در تصمیم گیری خیلی هم دقت خوب داره که سگ تصمیم خوب بگیره. بسیار عالی زهرا جان. و بیننده‌های عزیز، ما هم امیدوار هستیم که سال شما مانند رنگ بنفش، رنگ شاد باشه، دور از افسردگی، دور از تمام ناامیدی قرار داشته باشیم. من قسم زهرا جان مطرح کردن عزیز روانشناسی، رنگ بنفش یگانه رنگی هست که واقعا ما را هر قدر اگر خسته باشیم طرف رنگ بنفش اگر ببینیم خستگی ما را رفع میکنه، و ما میتونیم که واقعا در یک وضعیت خوبی به سر بریم. امیدوار هستیم که سالتون سبز باشه، سالتون مملو از خوشی و شادمانی باشه. بیننده های عزیز، خب زهرا جان البته امروز با مهمانان عزیز ما هستیم که آوازخوان بسیار خوب هستند که بعدن با ما نمیمونیم، و مهمانان ویژه را هم در برنامه دعوت میکنیم و شما هم دعوت میکنیم که همراهی کنین و بتونین که ببینین که چه کسانی هستن و چه کارها را کردن و کدام چیزها را به شما پیام میدن. بله فروزان جان، خب بریم طرف میان برنامه اگر خودت موافق باشین. بله از آن خوش آمدین، حالا هم با مهمانان عزیزی ما هستیم که ایک مهمانان عزیز ما که هستن زهرا جان به معرفی میگیرن. باز هم سلام مجدد، سال نو شما تبریک. کسانی که بیننده برنامه هستن ارزو میکنم این سال باز هم تبریکی برشان میگم و خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. بله. مهمانانی که قسمه که نیایش عزیز یادآور شدن در این بحث با خود داره عارف نوری هستن، رئیس انجمن سینماگران جوانان و کارگردان، همچنان یاسمین جویا که هنرپیشه هستن، و دیویا فیضی رو با خود داریم که هنرپیشه باشن، و غلام محمد عباس هم هنرپیشه هست. بله. شما هم بیننده باشین بدانین که اینها چه تمثیل میکنن، دستاوردشون چگونه بوده. بله از شما آغاز بکنیم آقای عباسی. سلام، صبحتان بخیر و همچنان سال نوتان مبارک. تشکر، صبح زیبا شما مبارک. تشکر، زنده باشین، سال نو براتون تبریک میگم، بر شما و تمام دستاندرکاران تلویزیون زیبای نگاه و از طریق تلویزیون شما و تمام هموطنهای ما که چی در خارج زندگی میکنن چی در کابل، سال نو برشان تبریک عرض میدارم. خدا کنه که یک سال خوب قشنگ پیش روی داشته باشه. سال نو تو تبریک، خوش آمدید. سلامت باشید آقای نوری. سلام با شما، صبحتان بخیر و همچنان سال نو رو با شما تبریک میگیم. سپاس، سلام خدمت شما و خدمت هم اعضایی که بیننده برنامه شما هستن، صبحشان بخیر. امید که سال 1397 به خیلی یک هدف بالا آغاز کرده باشند و یک سال پر از خوشی، پر از هدف، پر از هدف، پر از انرژی داشته باشند. سلامت باشین. یاسمین جویا، سال 1397 شما تبریک. بله یاسمین جان، سال نوتان مبارک. سلام، سلام، سلام به شما، سلام به تمامی همکارای عزیزان. تشکر از اینکه به ما وقت گذاشتید. خواهش می‌کنم. هم زمینه را نسایید کردم سالی 1397 به تمامی وطنهای عزیزم تبریک میگم. خدا کنه که یک سال پر از خوشی داشته باشم، دور از مشکلات و دغدغه های زندگی. بله. سال نوتان تبریک. سلامت باشین. تشکر یاسمین جان. البته دیویا فیضی، سلام با شما، صبحتان بخیر و همچنان سال نو را با شما تبریک میگیم. تشکر، زنده باشین. مولتر سما سلام خدمت میگم، تقدیم میکنم خدمت شما و سال نو برتون تبریک میگم. سلام خدمت میگم بر کسایی که امیل اعظم را از طریق تلویزیون زیبای شما تماشا میکنن، و سال نو بر شما سمی قلب تبریک میگم. سلامت باشین. خب دیویا جان، سال نو رو چگونه آغاز کردی امروز؟ یعنی روز اول نوروز هست، چی تصمیمات داری بخیر، کجا بری، کجا نری، و تا این لحظه با کیها عید کردی؟ ما تا فعلا چون روز اول شسته تا فعلا جایی نرفتیم دیگه. بله. در برنامه زیبای شما آمدیم، بعد از اینکه خلاصم باز خانه دوستان میگم. بله ان شاء الله. بله واسه خیلی زیاد خوش آمدین. و اگر جا داشته باشه که نیوش جان از عارف نوری سوال کنیم که چه خاطره بعد از سال 1397 داری؟ 1396. چه خاطره بعد از سال 1396 داری؟ خب البته یک خاطره تلخ دارم، بد ندارم، البته انسان همیش کوشا باشه که در سالی که میگذره خاطرات خیلی خوش داشته باشم. خاطره تلخی که دارم در سال 1396، یکی از
بزرگترین اعضای فامیل خود عزیز دادم واقعا خیلی برام داردار بود. هر دقیقه که یادم میاد که ای از فامیلم در کنارم نیست قلبم بد درد میاد و عشق در چشمای من. پدر جانم عزیز دادم که واقعا خیلی کم بودیش حس میکنم. در سالی که من خیلی دستاوردهای بسیار بالا داشتم، دانستم یک کریر هنری خود در عرصه سینما یک دستاوردهای خوبی داشته باشم، اما متاسفانه این سال باز زدن پدرم برام خیلی تلخ شد. زنده باشم. بله خب زندگی هست، همین خوشی ها و همین غم های زندگی هست، زندگی رو زیباتر می سازه. خب اگر پرسان بکنم که شما با چه امیدواری با چه اهداف امسال آغاز کردیم و میشه در رابطه با فیلم جدیدی که البته گفته میتونیم که در تیم فیلم خاموشی هستن و البته امروز با ما بینده های عزیز، میشه در رابطه هم صحبت بکنیم چگونه یک فیلم هست؟ قبل از اینکه درباره فیلم خاموشی بگویم، مهمش در مصاحبه مهمش وقتی مصاحبه میدم گفتم سال 13 سنادف یک سال پرهمید بر سینمای افغانستان است. تنها فیلم خاموشی نه، ما فیلمای بسیار خیلی فیلمای عالی داریم که میدانم از یک دستاورد بزرگی که من در سال 13 سنادف داشتم فیلم چانس است که دوستان همشان تریلرش پروموش از طریق برنامه متعدد دیدن. واقعا یک فیلم خیلی عالی است که بسیار دوست دارم و افتخار میکنم به اینکه تونستم این فیلم به اتمام برسانم و دوستان شاهد نمایش هستند در نوروز. انشاءالله در روزهای آینده دمین او روز البته دمین سال میتونن دوستا ببینن. و فیلم خاموشی یکی از فیلم هایی است که از ناشته های قایر پایکارجو برادر بزرگم که در امریکا هستن است و یک داستان خیلی زیبا داره و بسیار خرسند هستم که نور پیش های فوق العاده عالی و با تیپ های مختلف و خواستم سال 13 سنادف با فیلم خاموشی آغاز کنیم که من سپاس میکنم از دیویا فیضی، از یاسمین جویا که در نقش مرکزی در طبقه ناس ظاهر میشن، علما با سباسی، مرتضی عباسی که هستند در نقش های مرکزی دیگه هستند. فیلم خاموشی یک داستان هست درد جامعه امروزی ما هستند که امروز هموطنان ما خیلی درد دارن. ما همیش وقت سناریو رو انتخاب میکنم میخوایم فیلم بسازم، اول مهمترین گزینه برام داستان فیلم است. باید داستان انتخاب کنم که داستان یک داستان خیلی عالی باشه و فیلم خاموشی رو وعده میدم به دوستا که یک داستان متفاوت و از درد جامعه امروزی است. یعنی نمیگین حال برام که چی داستان داره میخواین؟ خب در کل اگر داستان فیلم آشکار شوه همون لذتی که وقتی بیننده فیلم میبینن از بین میره، اما میتونم بگم که فیلم خاموشی از درد جامعه است، از بطن جامعه داستانش گرفته شده و مطمئن هستم در قلب بیننده ها میچسبه. دقیقا قسمه که از نامش خواهیدوست نیش عزیز خاموشی گفت، حتما بعض خاموشی هایی هست در پایان فیلم. با من دلیل ما هم خاموش میمانیم. از آقای عباسی زهرا جان پرسان بکنیم در مورد فیلم چه نقش در آنجا داشتین و چقدر خوش دارین که در البته در کدام نقش بیشتر کار بکنین؟ در فیلم خاموشی نقش مرکزی رو کار داشتیم که آقای نوری دایرکتریش میکنه، خودم نقش مرکزی هستم. بسیار عالی. دوستای دیگه دیویا جان هست، یاسمین جان هست، همشون در نقش هستن و دوست دارم در کرکتری که باشه در نقش باشه بازی کنم. هنر پیش هستم، شوق دارم با هنر و میخوایم که در نقشی که آقای دایرکتر بر ما پیشنهاد کنم و بازی کنم، چون که ما فیلم های نظامی را زیاد بازی کردیم، بیشتر فیلم نظامی دیگه هم داشتم. آقای نوری فیلم برام انتخاب کرد، یک فیلم نظامی است، بسیار یک فیلم خوب است، یک داستان بسیار عالی داره، بسیار خود راحت احساس میکنم. نوشتن قسمی که از لباسشان فهمیدم میشه یعنی نقش نظامی را دارد، اما شاید برخلاف دختر فیلم و بچه فیلم باشن، همون یک چیزی است؟ خب چرا میشه برخلاف بچه فیلم دختر فیلم در فیلم ها میشه یک نفر پیدا میشه که بلای جانشان است؟ چرا؟ نه بندمی جامعه ما میره همی رقمه است، حتی من کسی که یک کار خوب کنه یا یک دوست خوب باشه حتی من یک نفر است آدم سیومی اگه آدم خراب پیدا میشه که ضرر برسن عجیب هست. نشجان اگه موافق باشه یکی از اون ضررهایی که خودشان گفته اگه دختر فیلم بیشتر آسیب دیده یا بچه فیلم دیده اگه آماده باشن یکی از نقشایشو بازی کنه. بله و البته از یاسمین جان اگر پرسان بکنیم که آیا در نقش مرکزی که هستن همین سوال که شما میخواستن از آقای عباسی پرسان بکنین از قسمه که خندیدن که حتمی همین چیز بوده. بله میشنیم از شما یاسمین جان. جان برای او تو یک گپ خواست تا جایی که از آقای عارفی بر ما گفتن چون کارهای فیلم ما تا حال آغاز نکردیم، فقط یک مرحله پیش رفتیم و امین مانده بخیر که کارش را آغاز کنیم و سناریوی را بر ما آقای عارفی داده بودن و خیلی خوشم آمد، از این داستانش خوشم آمد، از نقشی که بر ما انتخاب کرده بودن خیلی زیاد خوشم آمد و امیدوار هستم که یک فیلمی باشه که یک پند باشه برای جامعه. بله خودتون چقدر مدت میشه که در عرصه سینما کار میکنین یاسمین جان
و واقعا با افکار منفی که در جامعه وجود دارد در جامعه افغانستان ما چقدر مبارزه کردین تا اینکه تونستین خود به این موفقیت و به این درجه برسانید؟ بله، خب ما مدت 4 سال میشه که در هنر سینما قدم گذاشتیم و مشکلات خیلی زیادی را دیدیم، خصوصا هر دختری که چه هنر باشه، چه تلویزیون باشه، چه تئاتر باشه، در هر مرحله‌ای که آزاد کار کنه برش مشکل طبعاً که میباشه، از نگاه آزار و اذیت مردم میباشه، نمیتونن که راحت گشت و گذار کنند بیرون. و من خودم هم مزمو دختر خانمایی هستم که واقعا مثل شما مبارزه کردیم و تا اینجا رسیدیم. در افغانستان بسیار مشکل است. یعنی بعضی اوقات شاید ما فیلم ها رو ببینیم در داخل از بگیم چقدر آسان است، ما میتونیم همین نقش رو بازی کنیم، اما بعدا وقتی بک‌گراند دست رو میبینیم که چه زحمت رو اینا میکشن، بعد میفهمیم قدر از اون فیلم رو. نیوش جان باز هم قسمی که قبلا رد کردی، اگر حالا موافق باشی یک تمثیلی ببینیم از اینا. بله دقیقاً، چرا همه چیز در قالب بازی میمونه وقتی صحبت کنیم، شاید یعنی برای بینندگان هم جالب نباشه، در کنار از شاید بگن که هنرپیشه ما خیلی زیاد داریم، پس بیا لیاقت شون رو در اینجا ببینیم. میخوای که امتحان بگیری زهرا جان امروز؟ البته یک موضوع رو میخوایم مدعی یادآور شم. در فیلم خاموشی نقش یاسمین جان هم نقش یک دختری است. ما امروز کمک میخواد وقت شما که باید داستان کم افشا کنم. یاسمین جان نقش یاسمین جان هم اگر شما ببینید تا وقتی که یاسمین جان از در نقش فکر بکنید بچه فیلم یاسمین جویا است، چرا یک نقش بسیار خطرناک در فیلم دارد. و ما خواستیم در فیلم خاموشی تصویر کنیم بعضی کرکترهای دختری که از دید جامعه، از دید مردم، یعنی به دید منفی میبینن به او طبقه ناس ما، اما ما نشان میتیم در فیلم خاموشی که اینا روی یک سلسله مشکلات به جامعه رسن، تو نیست که یک دختر خانم از شوق به او جو برسه، پس بله. مشکلات میبینن که مجبور میشه که به او طور رفتار کنه با جامعه، با مردم، با ملت خود. و در رابطه در تمثیل فیلم خاموشی رو گفتم، فیلم چانس تکمیل شده، انشاءالله من تریلش میتونم در برنامه تان نشر کنین که دوستا بنان. یک موضوع رو که در پیشا بسیار بزرگ کم ما نامش آشناسیم، اکشه کمار ده که از برنامه گفتن تمثیل کو. ببینین ما اگر ببینیم سینما هم وقتی شما ببینین خودتون در قد یک هنر پیشه هستین، این نیست که یک هنر پیشه پیش کامرا فقط یک صحنه که برش میتونه تمثیل کنه، هنر پیشه هم که در گروه مختلف داره، خودتون وقتی تمثیل میکنین نمیگه که شتم برنامه را اجرا میکنین، در قد خودتون یک هنر پیشه هستین، نقش بازی میکنین، نقش شما است که باید مهمان دارین، مهمان ها را پذیرایی کنین. بله. پس ست تیاتر است که وقتی تیاتر برش میتین در پیش مردم از بیننده است، تماشاگر است، میره در پیش تمثیل میکنه. اما دنیای سینما دنیای دیگه است، دنیای سینما باید در پیش را برش حالت چشه شود، او حالت باید خود بیافه. یک از در پیش ما رنویر سن فضا باید همون چیده که میخوای هم محیا باشه. رنویر سنگه یکی از روزا در فیلم باجرو مستانی، یعنی دو ماه اون رنویر سنگ تمرین کرد، خود دمو نقش خود داخل کرد. یک روز در سر ست دختر فیلم برش گفت بود رنویر کجا هستی؟ سرو بسیار قلمغال کرده بود که من چق خود سر خود کار کردم تا از رنویر به باجرو برم، اما تو در یک سنه مرا حالت ما خراب کردی. یعنی احساس میکنم دنیای سینما از دید عارف نوری یا از دید خودم می است که تمثیل در دنیای سینما روی یک ست برنامه از دید ما مثبت نیست، به دلیلی که تمثیلی که میشه کارگردان برش حالتاشان میگه، سنر تشریح میکنه، این کار تئاتر است، کار هنرپیشه سینما نیست از دید من همیشه. بله آقای نوری، خب ما البته زهرا جان خوب است که از آقای نوری در رابطه با این هم پرسان بکنم که خودتان به عنوان رئیس انجمن سینمای افغانستان واقعا چقدر امیدوار هستیم به اینکه سینماگرایی که در افغانستان فعلا کار کنه و فعالیت هایی می داشته باشن چقدر تونستن پیشرفت هایی داشته باشه و واقعا چی با چه مشکلاتی اینا مبارزه کردن و چه چالش های فرارویشون قرار داره سینماگرای افغانستان؟ البته با زهرا جان ما تریلر فیلم چانس میتونم زهرا جان ببینن، واقعا خیلی لذت میبرن. بله چون با اون موزیک، با اون افکت، با اون تمثیل، با اون دیالوگا واقعا لذت میبرن. البته میگم اگه فیلم های ترسناک باشد نه ترسناک نیست، چانس فیلم کمدی است، اگه نیست عاشقانه هست بر ما شاید لذت آور نباشه. بله شاید نقش فیلم چانس یک فیلم کمدی و رومانس است، واقعا خیلی لذت میبرین، مطمئن هستم از دیدنش و مطمئن هستم وقتی ببینین همش میبینین فیلم ها رو میتریلش بدین. و درباره سینما افغانستان بگویم، سینما افغانستان یک رهنمای جدید داره در سال 1397 که مطمئن هستم بیننده ها واقعا امیدوار میشن به سینما افغانستان، چرا از لحاظ تصویر، کیفیت، از لحاظ ساختار فیلم های افغانی خیلی تغییر کرده. مثلا ما میتونیم از فیلم های بسیار عالی خود نام ببریم، فیلم سکوت یکی از فیلم های بهترین فیلم های افغانی است که در حال ساختار است که انشالله در سال 1397 به بازار عرضه میشه، فیلم کالیپتان که بازار عرضه شد میتونن دوستا ببینن، فیلم ها از فیلم هنگر است از شاهین صاحب است که واقعا یک فیلم خوب ساخته، فیلم های متعدد بسیار فیلم های عالی عالی جنایت است، اگر نام بگیریم بسیار زیاد هستن. و سینماگرا در کل
مشکلات فراوان ما داریم، بدلیل که امروز جامعه ما افغانستان متاسفانه از لحاظ امنیتی آنقدر دچار مشکلات هستند. اصلا وزارت اطلاعات فرهنگ دولت افغانستان فراموش کرده به نام فرهنگ ما چیز داریم. من ذاتاً انتقاد نمی کنم، بدلیلی که دوست ندارم انتقاد کنم، همیش باید ما ابتکار کنیم از انتقاد کرده تا بتانیم جایگزین کنیم سینمای ما را، جایگزین سینما سریال های خارجی، سریال های بیرونی. من همیش میگم از 6 شام وقتی در خانه میرم اسم میکنم بعد وقت در ترکیه هستم، بعد وقت در هندستان، به خاطری که بعض شبکه های ما متاسفانه سریال های خارجی نشر میکنن. اما خوشبختانه من میبینم تا اساسا سریال های افغانی جور شده روان است و مطمئن هستم این سال یک سال پرامید است واسه سینمای افغانستان. آرزو میکنم که شکایت هایی که همیشه در بخش سینما بوده و این سال جامعه عمل بگیره نیوش عزیز و سینماگرای ما از این بعد دیگه هیچگاه فرار از کشور نکنن. و بانو فیضی خیلی آرام شیشتن، نمیدانم که برنامه خوشش نامده یا خوش نیست که سال نو شده. نوری صاحب گپ میزنه از خاطر زیبیا جان، اگر از خودتان پرسان بکنیم، خودتان البته خوش دارین که بیشتر چه نوع نقش داشته باشین در فیلم ها؟ ما هر نقشی که باشه راحت هستم، باز نقشای تراژیت زیادتر دوست دارم. بسیار عالی. میشه یک خاطره بسیار خوب و بسیار جالب را برای ما و برای های عزیز قصه بکنین از دوران کاریتان، از دوران که در فیلم هایی که مثلا نقش داشتین، چه خاطرات جالب از خود به جا گذاشتین؟ یک خاطره ماه مبارک رمضان بود. بله. سبت شوتنگ داشتم، اونجا رفته بودیم، دیگه روزه گرفته بودیم همگی ما. بله. طرف های دی سبز بود، البته طرف های دی سبز بود، اونجا شوتنگ داشتیم، دیگه اونجا ما دیم تو این ملا آزان دا دیگه. بله. باز روزی ما را اونجا افتار کمیانی هم بود، بسیار زیاد خوشایند بود دیگه. سینما حل از ایش خاطر است، خب قدر خاطر زیاد بیادم نیست. بله، شاید امون روز بسیار تشنه و گوش نشده بودیم باز هم. بله، یا متوسته. و نیوشان باید پرسان کنه که همیشه نقشه که آقای نوری برشان میده، هر نقشه چند بار تمرین میکنه؟ بعضی اوقات بخوان در بعضی نقشه ها رو برادم میده یا بعضی نقشه ها رو وقتی کار میکنه در قالب از اون همیشه جور نمیه و چند بار تمرین کردین و اون نقش رو خیلی زیاد کوشش کردین بازم به دل خودتان نشده؟ خب تو هیچ وقت نشده، به خاطر که من اگر بفهمم که سب دارم پیش از پیش آمادگی خودم میگیرم، قدر آمادگی هم نمیگیرم چون من میفهمم من چیزی را که بر من بگوین من اونمور میگیرم، زیاد آمادگی نمیگیرم. بله. زهرا جان، از یاسمی جان پرسان بکنیم که چقدر در کارهای خانه کمک کردی در این سال نو، امروی مادر جان، امروی خوارای در خانه چقدر کار کردی؟ و خودت اگر پرسان بکنیم که از آشپزی چرا بسیار خوب پخته کرده میتونی؟ بله، تشکر نیشان. اولش خب من مصروف شوتینگ های خود هستم. ما یک سریال جدید داریم به نام مرسل که مصروف از او خیلی زیاد بودم و نتونستم در این سال نو قدر هم کاری کنم، چون نمیخوایم که دروغ گوش هم در خانه بگویم. بله. که نه دروغ گفتیم، میخوایم قطع بگویم تو قدر کار نکردیم، در سهم نگرفتیم امرشان، چون خیلی مصروف بودم. و در غذایی که من خیلی دوست دارم و خوشمزه پختش میکنم، یک مکرونی است و شروع است. بسیار عالی. نیوشان، از یاسمین جان پرسان کنیم که کدام کار یا کدام خصلت آقای نوری بدش میه؟ و حالا خوب است که در همین جا بگم. میخوای که جنگ بندازید؟ البته جنگ نبینند، هم بفهمه همیشه از خوبی ها یاد بشن. بله، آقای نوری یگانه بدی که البته ندارن، خوبی که دارن من بیشتر دوست دارم. درک و احساسشان خیلی بالاست. وقتی که یک شوتینگ باشه که ما بر ما زنگ بزنه که ما بیم، وقتی که ما برش بگیم که ما مشکل داریم یا مریض داریم، یک جای دیگه ما سب داریم، خیلی درک ما میکنه و از این عادتشان خیلی با خوش ما میه. اصلا بازم تعریفشان شد دیگه. آقای نوری نه، واقعا تا جایی که من خبر دارم آقای نوری بهترین شخص هست. واقعا کسانی که بهترین افراد هستن میتونن به چنین دستاوردهای در زندگی خود برسن. آقای عباسی، خب بعضها به یقین هستن که فقط خانم‌ها کارهای خانه را انجام بده و آشپزی کو برای عید آمادگی بگی، بر نوروز، بر سال نو. البته خودتان چقدر در کارهای خانه برای اعضای خانوادهتون کمک کردین و چقدر با این افکار موافق هستین که میگه فقط کار خانه مربوط به زنان میشه و چقدر یعنی موافقش نیستین؟ نه، ما موافق هستم که مردا باید از امرای خانما کمک کنند در خانه، چون که شریک زندگیش از خانه مشترک از در خانه. بله. مشترک باید از کار کنند. این حال اگر ما بگویم که ما کار کردیم، خدا یار جال سیک دارن خالی مستک واسه ما قار میشه، مگه چرا تو کار میکنی در خانه؟ مگه من روز جمعه که خانه باشم دیگه پخته میکنم
که تصادف اگه اون خانه ما میمان باشه میگه بازو بچه چود تو رو دیگ میکنی دیگه اگه سال نو بود امرایشان همکاری کردیم در رنگمالی در پرده بند کردن بسیار عالی آینه پاک کردن تا دولی شوشتن امرایشان کمک کردیم خدا خودشان شاید ببینن که قضاوت میکنه که من امرایشان همکاری میکنم آه فرمی بازم کارایی که خانوما انجام میتن و نتانستن او رو نکردن رنگمالی رو که باید مردا کنن پرده را باید بند کنن کار مانند آشپزی که بعض اوقات حتما مهمان بوده کردیم بعض اوقات نفر که زیاد میشه آشپزی تگردن خودم هست خودم آشپزی میکنم بسیار آشپز ماهرم هستن این رو قبول کنیم چاینکی پخته میکنم که کل اگه عوض شده خیلی زراجا میکنم یک روز مهمان آقای عباسی شایی مردیم اگر همین چاشت باشم خوبتر از من ازنم این چاشت باید از یک روز وقت داشته باشی یک 6 ساعت 7 ساعت بخاطر که در یک ساعت نیم ساعت چاینکی پخته نمیشه هر قد خواستیم بله یعنی پس گپ ما پس بگیرم آشپز ماهر نمیگم براتان دیگه قبول دارید نه یک کار دیگه میکنیم خیلی یک روز همه ما یاس همین جان دیویا جان آقای نوری همه ما زهرا جان مهمان شما میشیم یک چاینکی بسیار مزه‌دار جور بکنیم صحیح مد خدمت تان سلامت باشین آقای نوری خوب از کلگ پرسان کردیم در کارهای خانه همگی شاید یک اندازه سهم داشتن خودتان آیا معلوم میشه که بسیار در خانه نازدانه شاید باشین سر شما کار نکنه آیا کار میکنین یا نه سر شما میدیم اگر من یک خاطره جالب براتون بگم من خدایش نه فهم از خداوند خیلی سپاس میکنم از خرد بچه بودم من تقریبا 8 سال در رشته کامپیوتر تدریس کردیم درس دادم یعنی بسیار بچه خرد بودم درس میدادم بله در دفتر که داشتم دادن آموزشگاه داشتم و خودم همیش کار کردم در دفتر میشتم این کارو بکو این کارو بکو خودم دست نمیدادم یک روز در خانه ششتم برادر بزرگم یادش بخیر گفتم فعلا خارج از کشور هستن گفتم دوم ششتم دیگه ترموز پیش شد گفتم قایره گیرش چای پر تو همون طرفم سعی کرد سعی کرد کم سعی کرد و فایده که چی اگه اشتباه بزر کرده گیری گفتم گفتم بسار ببخشی خیستم خودم چای با خدا داختم و روحم چای انداختم باز دو متوجه شدن که بعض نزاکت ها از پیش من خراب شده و دلیلی که یک میمانم که می آمد یک دست پیشینه می کردم از این خاطر در خانه اصلا من کار نمی کنم شاید مادر جانم مال بگویه چون بیشتر وقت مصروف هم می باشم گناهم هم نیست اما در دفتر بعضی وقتا بسیار کار میکنم دوستا رو میگم مادرم بفهم بقید دفتر کار میکنم خود بگوید چقدر خانه سعی کنید چقدر خود نازدانه میگیری اما در دفتر کار میکنی یک چیزی که پیشتر از خاطرات گفتی خاطرات یادم اومد پارسال سال نوروز بود در وقت یکی از دوستای ما هستن خانهشان که میریم بسیار قدر زد میکنن یک روز خانهشان رفتیم چاش رفتیم از دست سرما خونان خوراندن مول خود عادت دارم خوب سیر میکنم نمیمانم گوش نوانم باز میگن بخورین بخلاص از بخلاص از بخلاص یک قمار خوراند که ای گیج شده بودیم گنج شده بودیم خو نوروز خانه یا رفتیم مفمیو جور کرده بودیم مثل شما رو باریکم والا سایز داریم طرفش حتما زهرا جان فکر کرد حتما دیگه برمایش مانده دوست خیلی خراب نشه از خوردن از حتما از دیدن از اما تو هفت میوار بسیار کم مگرفتم گفتم بری بخلاف بیاد سرما هفت میوار زیاد میخورانه یا امور از اخلاص یادش رفت و دفعه آمد تو بالا تو دل بابا شد تا آخر دکش نگو بگی هفت میوار بخواه نیشان خاطره خیلی خوب گفت اگه بعض عادت دارن وقت خانهشان میرن پیش میکنن میگن نه یا میتونن بگیرن بخورین یعنی نخورین مهم تک چیز میشن دقیق همون کار شده اینجا اما رفتم امور از گشنه ماندم دوستا رو گفتم هفت میوار تو چشم مان گفتم خوب زیاد بودم نفر نه بام یک کمک جرخون شده بودم نه مقصد آقای نوری دل نزن ما بسیار زیاد داریم اگه خوردیم هم باز در وقفت من یک قاشق انشالله بخورم نه حالا مقابقه بیارم که نوری صاحب چشمش نمانه دیگه نه ما خودم پرودوسری برنامه رو کردیم خیر برنامه خلاص شد باز انشالله مقصد یک گپ همیار خوب است بگویم یا کلش پلاستیکیست یا چیز خب از زهرا جان سوال بعدیتون اگه از یاسمین جان پرسان بکنیم میخوایم از یاسمین جان از یاسمین جان سوال کنیم که آن چیزی که تا به حال برای بیننده نگفته یا تا به حال هیچ کس نمیدونه دربارش به امروز برای ما بگه که 1397 شد دیگه ما نمیتونیم چیزی رو پنهان کنیم فکر میکنم یعنی از زندگی شخصی خود میشه از زندگی شخصیش باشه میشه چیزی باشه که بخواه بگه و تا به حال نگفتن خب سوالتان هم خوب است خیلی خوب هم بعضی چیزایش نمیشه نه خیر ما میخواییم سوالی که شما کردین قد به علاقه مندا دوستا زیادتر کسایی که از طریق تلویزیون ما را بینده هستن و به شما هم برتان بگویم که ما بیشتر یادآور شدین در اول برنامه گفتین که امیدوار هستم که جوان ما از کشور خارج از کشور نه نه اما نمیفهم بدبختانه بگویم یا خوشبختانه بگویم که در جریان ایران هم ما می آمدیم امروی عارف جان گفتم امی فیلم شوتینگ هایش از اتر تمام کردین عارف جان یکمه که ناراحت هم شد که عجله نکو که
کارای ما خوبتر پیش بره و صبر و حوصله. اما ما چون یک دختره که بسیار خرد دارم، 2.5 ساله است، خیلی دوستش دارم و میخوایم امروز از خارج از کشور برم به ترکیه زندگی کنم و می گپی است که تا حال به کسی نگفتیم و اولین بار است که به شما میگم. البته متاسفانه برای علاقمندان شی خبر خیلی بد بود ایشان متاسف. بله و پرسان بکنم یاسمین جان، اگر اونجا رفتین دیس از کارهای سینمایی میکشین که در اونجا هم فعالیت های خود داشتین؟ خب اولش خب اونجا مشکل زبان است، تا یک مدتی که من زبان یاد میگیرم. یک کارهای دیگه میخوایم خودم مصروف بسازم، مثلا درس از کورس انگلیسی باید بگیرم، بخاطر که اونقدر من زبان انگلیسی بلدیت ندارم و تعلیم طفلم است که باید دوام مصروف باشم. تا یک مدتی که زبان یاد بگیرم، بعدن که ببینم اگر زمینه برام مساعد بود کار میکنم، چون شوق علاقه ای که به سینما دارم در افغانستان نمیتونم راحت کار کنم. خیلی مشکل است برام و هر دختر خانمی که درس سینما کار میکنه بسیار مشکل است براش که آزاد کار کنه. ما خیلی اذیت میشیم، خصوصا جایی که ما به شوتینگ میریم. خیلی ناراحت کننده است برای ما که وقتی که هموطنای ما را از اینکه پشتیبانی کنه، از اینکه حمایت کنه، گپای بسیار بدی میگه برای ما را نمیمونن، مانع کار ما میشن. از خاطر ما مجبور هستیم که بعضی ما کشور رو ترک. بله خب بسیار وقت برنامه اندک هست، پیام های بسیار کوتاه میگیریم از شما. البته از آقای عباسی شروع میکنیم، گفتنیتان چی هست در آخر برنامه و بر کسان که عید مبارکی نکردین هنوز برایشان میشه که عید مبارکی بکنین؟ گفتنی خاص ندارم، سال نو به کل هموطنانم تبریک عرض میکنم. خدا کنه که سال خوب و خوش پیش روی داشته باشن، یک سال صلح و آرامی بر کلشان آرزو دارم. خدا کنه که دیگه یه انتحار و انفجار از افغانستان ما دور شود، کل ما یک جا زندگی کنیم و جوانای ما مثل گفتن گفت پیشترت که خارج از کشور نرن. بله درست. آقای نوری پیام شما هم بگید. خب من در حد خدا نمیدونم پیام بتم، البته میخوایم خواهش کنم از هموطنان عزیزم که بیاین از کم خود بیش بدانیم، از سینمای خود حمایت کنیم. هالیوود و بالیوود به خاک و پای از سینمای خود ندانیم، چرا هر چی هست از خود ما هست، از بد نجامه خود ما، پس از سینمای خود حمایت کنیم. سلامت باشین یاسمین جان، پیام شما رو هم بگیم. خب تشکر بسیار زیاد از اینکه باز هم بر ما وقت دادین، تشکر که ما را دعوت کردین در برنامه زیبایتان. ما هم سال نو از صمیم قلب باز هم به تمامی هموطنان عزیزم چه داخل افغانستان هستن چه بیرون از افغانستان زندگی میکنن تبریک میگم. امیدوار هستم که یک سال مملو از خوشی داشته باشن، دور از انتحار و انفجار و نزدیک عزیزای ما را از دست بدیم، دور از این همه مشکلات باشن و امیدوار هستم که روزهای سال نو شما هم به خوبی سپری کنید. البته ما هم آرزو میکنیم براتون که بتونه همو زمینی که شما خوش داره اینجا مسای چوا نره. انشالله در این امیدواری هستیم، انشالله ببینیم چی میشه. بس تشکر. دیویا جان پیام شما رو هم میگیریم. تشکر، زنده باشین. مکم پیام خاص ندارم، ما باز هم سال نو به شما سمی قد تبریک میگم و تشکر از شما که ما در برنامه زیبایتون دعوت کردید. سپاسگزار هستم از یک و یک شما عزیزان که امروز در برنامه ما حضور پیدا کردین، واقعا برنامه را زیباتر ساختین. بله نیوش جان، این بوز هنرپیشه‌ای که ما با هم داشتیم و خاطراتشون بودن، چیزهای خوب را یادآور شدن. بله. باز هم جای تأسف است که ما زمینی برای سینماگران مهیا نمیشن، آنها میرن و امسال سال باشد که زمینی خوب شد برشان مهیا شن و هیچ کدامشان از کشور نره. بله و فیلم خاموشی را هم فراموش نکنیم که زیر دست از کار میکنن روش و امیدوار هستم شما برنده باشین و تا اینکه واقعا بدانیم که چیزهایی در درون از این فیلم گنجانه داشته و ما پیام‌های بسیار خوب را ازش بگیریم. حالا بریم میان برنامه با همدیگر میبینیم، از آن دوباره برمیگردیم با مهمانان عزیز دیگه ما برنامه را ادامه میدیم.